ویروس کرونا توانایی های بشر را به گونه‌ای جدی محک می‌زند. از این تجربه نادر چه می‌آموزیم؟ سلام. مصیبت‌هایی چون کرونا، کووید 19 با تصاویر است که در اذهان عمومی برای نسل‌های پیاپی ماندگار می‌شوند. لابد عکس‌هایی را دیده‌اید که نزدیکان یک قربانی کرونا را نشان می‌دهد که در گورستان با فاصله از خیشان خود ایستادند، از جسد عزیزشان دور گرفتند و با دستمال‌هایی بر بینی و دهان نظاره‌گر به خاک سپردن او هستند. این صحنه است که آخر زمانی توصیف شده. از اینکه یک ویروس تا دیروز بی‌نام و نشان چنین بشر مقتدر را به چالش کشیده، چه درس‌هایی برایمان می‌ماند؟ در رویه‌های شخصی و گروهی و در ساماندهی سیاسی و اجتماعی چه پرسش‌هایی زنده شده و چه پاسخ‌هایی در خور وضعیت موجود فراهم شده؟ مثلا آیا نباید فهممان از آموزه یا اسطوره‌ای که پیشرفت بشر نامیده می‌شود را تغییر دهیم؟ ولی آیا طرح سوال‌های این چنینی ناشی از هول و هراسی نیست که خارج از اندازه و در ابعاد فلج کننده ما را فرا گرفته و به ما تصور شرایط نادر و صحنه‌های آخر زمانی داده است؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک در بریتانیا، و بردیا گنشاسپی، مترجم کتب اقتصادی و همکار تلویزیون ایران اینترنشنال. خیلی خوش آمدید. آقای گنشاسپی، توصیف شما از وضعیت موجود در مقابل با ویروس کووید 19 یا کرونا متفاوت از توصیف های رایجه. به ما بگید شما چی میبینید در شرایط کنونی؟ من فکر می‌کنم بخشی از مشکلی که الان مواجه هستیم باش توی پیش درآمد شما و واژگانی که استفاده میکنید هست. یعنی استفاده‌ای که ما داریم از زبان میکنیم تناسبی نداره با واقعیتی که داره رخ میده. واژگانی مثل دوره، یعنی قیامت، آخر زمانی، جنگ، مثلا فرض بفرمایید نخست وزیر بریتانیا جلوی تلویزیون قرار میگیره، احساس میکنه که مثلا چرچیله. بخشی از این ماجرا بیش از اون که به خود این همه‌گیری ربط داشته باشه به یک ائتلاف به نظر من ناگفته بین سیاستمداران و میدیاست، که رسانه‌ها که مرتب بر تبل یک موضوع به قول شما آخر زمانی میکوبن. من گفتم توصیف شده آخر زمانی. خب شما معتقد هستی این توصیفی که رایجه این توصیف اشتباه است؟ این توصیف باید ببینیم از کجا آمده، چجوری داره تقویت میشه. وقتی شما هر روز صبح بیدار میشی و با اخبار مرگ مواجه میشی و دونه دونه مرگ ها رو میشماری، ما فانی هستیم، ما انسانی، ما میمیریم، همیشه بشر، ما مریض شدیم و مردیم، ولی هیچ وقت اینقدر تمرکز روی مرگ و بیماری نبوده تا این اندازه. به نظر میاد بخشیش به خاطر هول شدن و اون حالت پنیکیه که میگن، و بخش دیگهش ممکنه تمنا برای کنترل بیشتر افراد باشه. و هیچ وقت توی تاریخ آزادی‌ها به خودی خود از بین نرفتن، همیشه به بهانه یه بحران از بین رفتن، و الان نمونه واضحش رو داریم می‌بینیم که تقریباً تمام آزادی‌های معمول و هنجارهای معمول اجتماعی رو به خاطر این مسئله دارن از بین می‌برن. و یه حال آزادی‌ای مثل آزادی رفت و آمد، منظورتون اینه دیگه؟ آزادی از خونه بیرون اومدن، مثل آزادی این که کسب و کارت رو میخوای ادامه بدی یا ندی، با یک دستور دولتی این کار رو بکنن. من اگر خاطرت باشه گفتم این موضوع رو که مات هنکاک، دبیر وزیر بهداشت بریتانیا، ماه مارچ موقعی که میخواست اعلام بکنه، قبل از اینکه مسئله تعطیلی و قرنطینه رو اعلام بکنن، به وضوح میگفت چنین درخواستی اصلا شدنی نیست، ما نمیتونیم از مردم بخوایم که در منزل بمونن یا مغازه‌شون رو باز نکنن. در تاریخ بریتانیا که به آزادی‌های فردی شهرت داره همچین چیزی امکان پذیر نیست، ما نمیتونیم همچین درخواستی از مردم داشته باشیم. در عرض تقریبا چند ماه
متنکار تبدیل به یک امپراتور شده و دیگه هیچ ابایی نداره از هر گونه دستوری که ممکنه حتی مضحک باشه. ولی بسیاری از این قوانین که وزیر بهداشت بریتانیاست گوش میده، ظاهرا چنینه دیگه، گوش میده به یه تعداد دانشمند، محقق دیگه، خب دکتر دیگه. اون بحثیه که من فکر میکنم میشه ازش به استبداد کارشناسان یاد کرد. و اگر گوش میده به یک عده کارشناسایی هم که اغلب در حقوقشون رو از دولت میگیرن، ما صدها کارشناس و دانشمند دیگه ای داریم که به کلی مخالف تمام این بحران ها و هیجان هایی که دولت و رسانه ها ایجاد کردن، ولی کسی بهشون گوش نمیده. اصلا مهم نیست طرف مثلا جایزه نوبل داره در پزشکی یا شیمی و صاحب نظر بین المللی، اما به خاطر اینکه اون کارشناسی نیستش که حقوقش رو از دولت بگیره و توی جلسات دولت بشینه، کسی بهش گوش نمیده. به این ترتیب به نظر میاد شما معتقد هستید سیاستمدار ها، به قول خودتون رسانه ها، و یه تعداد از محققین و دکترا و دانشمند ها، اینها با هم چیزی رو ایجاد کردن یا دامن زدن که شاید هیستری عمومی نامیده بشه و تناسبی با واقعیات نداره. مثلا در بریتانیایی که 65,650,000 جمعیت داره، تا امروز که الان من با شما صحبت میکنم بوده 416,000 نفر مبتلا شدن. حالا قضیه ابتلا و اینکه چقدر این مسئله بحرانیه به کنار، یعنی کمتر از 0.5% جامعه مبتلا شدن به یک بیماری تنفسی، به یک ویروس، و از اون 0.5% حدود 1%شون فوت کردن. 46,000 نفر کم نیست اگر اشتباه نکنم، به هر حال بالای 40,000 نفر در مقیاس جمعیت فوت شدن. بله. البته ما در مورد این که میگم تناسبی وجود نداره، مثلا پروفسور کارل هانگن، رئیس مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه آکسفورد، و مرتب داره این مطلب رو میگه که مثلا ما به طور رندوم تعدادی رو 1617 تا فوت رو در نظر گرفتیم در بریتانیا و اینها رو بررسی کردیم و حدود 416 نفرشون ربطی اصلا به کرونا نداشته. مرگشون اینهایی که زیر عنوان مرگ بر سر کرونا میاد ضرورتا ناشی از کرونا نیست. خب این مسئله ای که بسیاری از پزشکان در اورژانس ها و بسیاری این رو عنوان کردن، ولی ظاهرا گوش شنوایی نیست. طرف ویروس کرونا داشته، علائمش رو داشته و بعد تو تصادف رانندگی مرده و این رو ثبت کردن به اسم این، و این مسائل من نمیدونم به چه عنوان. راجب این نمودارها، ارقام، مسائل اینچنینی که مقدار فنیه در جاهای دیگه، در گزارش‌ها، در مطالب دیگه صحبت شده، شاید جاش نیست اینجا، ولی این روح کلی حرف‌های آقای گرشاسپی که این کرونا نیست بلکه نحوه مواجهه ما با کرونا است که مسئله است، نظرتون چیه؟ من یاد یه مطلبی میفتم که در مقاله‌ای بود که اخیراً خوندم، مقاله‌ای که باز راجع به کرونا است، ولی میاد از نظر تاریخی نگاه میکنه که بشر با چنین چیزهای مواجه بوده یا نه. و تو این مقاله نویسنده گفته بود که در یونان باستان هم وقتی یک همگیری جدی اتفاق افتاد، توسیدید تاریخ نگار یونانی اومد نوشت که نه خود این همگیری بلکه رفتار مردمه که من رو نگران میکنه. نحوه مواجهه وقتی میگه مردم، کل سامان سیاسی اجتماعی رو منظورشه دیگه، دولت ها هم جزش هستن، اینه که من رو نگران میکنه. چنین چیزی نیست خانم میزر؟ یک جنبش اینه که علم پزشکی به اون 100%ی که مطبوعات به ما میخواستن نشون بدن نیست. در آکسفورد یه مرکزی هست، مرکز تحقیق پزشکی مبتنا بر شواهد اینی، اویدنس. تعجب آوره، چون پس معلوم میشه بقیهش مبتنی بر چنین شواهدی نیست. درست. و اتفاقا اون یکی از مراکزی است که داره ارقام رو زیر سوال میبره. خود شما هم دست اندر کار هستید در دانشگاه، به واسطه اینکه ریاضیات درس میدید در دانشگاه آکسفورد دیگه، و با برخی از این ارقام روبرو شدم. ولی من فکر میکنم یه مسئله دیگه ای هست و اونم اینه که نگرانی دولت ها وقتی این مسئله پیش آمد از این بود که بیمارستان شاهد اینه که آمبولانس میاد
و مجبورن آمبولانس رو برگردونن. یعنی ترسی که دولت ها رو گرفت نه ارقام بود نه آمار بود. این اگه بخواید وحشتی که شاید مطبوعات هم بهش دامن زد، من نمیگم دامن نزد، ولی نگرانی دولت ها این بود و هر جایی هم که نگاه میکنید در مقابله با این مسئله است که عکس العمل نشون دادن. این عکس العمل ها اکثرا درسته تحت تأثیر بخشی بوده که نه الزاماً فقط ازشون پول میگرفتن، ولی اگه بخواید مثل هر مورد دیگه وقتی با ریسک روبرو بودن خطر رو بیشتر حساب کردن تا امکان برخورد با خطر رو، و همه مایی که اینجاها کار کردیم میدونیم این وضع که یه عده از دکترها محققین بیشتر ریسک رو میبینن یه عده، و دولت ها میرن پی محافظه کاری برای اینی که میخوان ریسک رو کم کنن، و در نتیجه شدیداً مخصوصاً با ریسکی که مطرح شده بود که بیمارستان ها توانایی برخورد ندارن عکس العمل های تند نشون میدن. ولی من فکر میکنم این هست که بی اعتمادی به سیاست مداران در سطح جهان زیاد شده و واضحه، چون در حرفی که زدند حرف های متناقض زدند، و این حرف‌های متناقض همیشه در برابر این بوده که از یک طرف منافع اقتصادی رو می‌خواستن در نظر بگیرن که اجبارش این بوده که کار رو باز کنیم، محل کار رو باز کنیم، مدارس رو باز کنیم غیره، و یک دیگرش این نگرانی او بیمارستان‌ها جا نخواهند داشت، این عدد آر که درصد میزان سرایت و بعد مهمتر از اون میزان تعداد درصد کسایی که در هر میلیون کشته میشه جانشون از دست میدن. ولی آقای گرشاسبی میگه این ملاحظات باعث شد که رفتار خارج از اندازه، رفتاری که منجر شد به گفته ایشون به پایمال کردن آزادی های شخصی از سیاست مداران نه فقط بلکه از نهادها از مردم سر بزنه. مثلا ما در همین بریتانیا کم نمیبینیم گزارش هایی در مورد دعوای بین دو نفر در قطار که یکیشون ماسک داشته یکیشون نداشته، اگر نه هر روز هر چند روز یه بار من میبینم. این یعنی چی؟ ببینید در یه مقطع ایدئالی درسته که افراد باید آزادی این رو داشته باشند که هر کار میخوان انجام بدن، ولی این واقعیت هست که اگر آزادی من نوعی سلامت شما رو به خطر بندازه من مسئولیتی به بقیه دارم، و در شرایط عادی باید حساب کرد که آره باید یه چنین برخوردی باشه. واقعیت اینه که ما از چند دهه فردگرایی کامل داریم و ازش گذشتیم، عبور میکنیم، و در این فردگرایی کسی فکر میکنه نه هیچ مسئولیتی نداره. اگه شما هیچ قانونی نذارید، من قبول دارم دولت ها حد اکثر استفاده رو کردن برای منافع دراز مدت خودشون، و شاید دهه های بعد مردم نگاه کنند و این سال رو سال سلب آزادی ها ببینند، ولی این هم هست که اگر شما ول بکنید در مثلا در یک سوپرمارکتی ممکنه کلیه کسایی که مریضن یا پیرن نتونن هیچی بخرن، چون اونهایی که قوی ترن وارد میشن، ماسک نمیزنن، دعوا میکنن، پیش میرن. فردگرایی جامعه کنونی در سطح جهانی، من میگم آن این فردگرایی تاچر میگفت جامعه وجود نداره، درسته؟ این فردگرایی شرایطی میتونه به وجود بیاره که دفاع از آزادی فردی سلب جان یا سلامت شخص دومی باشه، و در اون صورت قضاوت این مسئله به مراتب پیچیده تره از فقط مثلا. آقای گرشاسبی، آیا در شرایطی که به گفته خانم میزر مصالح عمومی، جان مردم در ابعاد زیاد، اندازه زیاد، در رقم‌های چشمگیر در میانه، میشه کماکان گفت که نه آزادی شخصی رو باید حفظ کرد، از جمله آزادی رفت و آمد، آزادی سفر و چنین چیزهایی رو؟ اینکه مواهب آزادی چی بوده و مواهب اون چیزی که خانم میزر میگن فردگرایی، فکر میکنم بر همگان روشنه. یعنی در همه جای دنیا جوامعی که به نسبت آزادتر بودن و به فرد اجازه دادن کار بکنه، تلاش بکنه
و دست اندازی به مال و اموالش نباشه، یعنی مالکیت خصوصیش محترم باشه و حق خودش رو داشته باشه، در مجموع این جوامع همیشه موفق تر از جوامعی بودن که به ایده‌ای که میتونه حالا یه زمانی امت باشه، یه زمانی جامعه باشه، یه زمانی زحمتکشان باشه، به این ایده‌های مبهم که نمیشه آدم‌ها رو، یعنی نمیشه اصلا به درستی توصیفشون کرد، در جوامعی که به فرد و آزادی‌های فرد بیشتر احترام گذاشتن موفق تر بودن. حالا اینکه شما میفرمایید ممکنه این یک مقدار ضررهایی داشته باشه، این هم نگاهیه که من اعتقاد ندارم که ما اگر در حال حاضر آزاد باشیم مردم سالمند ممکنه بمیرن. اصلا باور کردنی نیست که یک همچین مسائلی در مورد بشریت، در مورد انسان‌ها گفته میشه. انسان اگر به خودش واگذار بشه و مسئولیت فردی داشته باشه، یک نوع مهربانی آدم‌ها نسبت به هم دیگه دارن. اصلا به دلیل همینه که جوامع بزرگ شدن و پیشرفته شدن. در همین بریتانیا زنجیره‌های بزرگ مواد غذایی، یعنی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای بهتره بگم، در اون اوان قرنطینه اعلام کردن که از ساعت 8 تا 9 و نیم 10 صبح فقط سالخورده ها میتونن بیان خرید، بعد از اون جوون ها نمیدونم کسان دیگه میتونن بیان. این برای این بود که سالخورده ها حفظ بشن و اینا کسایی بودن که بیشتر آسیب پذیر بودن دیگه. شما فکر میکنید این محدود کردن آزادی شخصی بقیه مردم که 8 تا 9 و نیم نتونن برن سوپرمارکت، این رو واقعا فکر میکنید نمیشه توجیه کرد؟ نه اصلا موضوع این نیست، محدود کردن یه نوع محدود کردن آزادی رفت آمدشونه دیگه. چیزی که به قلم و به تأکید قانون و قانونگذاری نباشه و به صورت توصیه باشه اصلا متفاوتن. و من مشکلم با زمانیه که شما دست قدرتمند دولت رو میارید وسط، به یک قانونی رو به خاطر شرایط بحرانی، قوانین مختلف که هم مرتب تغییر میکنن، که از بدترین بلایای قانون اینه که قطعیت نداشته باشه و مرتب عوض بشه. اما در مورد مسئله که شما میگید، ببینید شما نمیتونید پیش از این توصیه اقتصاد رو، چرخه عرضه رو نابود بکنید و همه چی رو تعطیل بکنید، بحران به وجود بیارید و بعد بگید حالا خیلی آروم این گروه اول برن اون گروه دوم برن. مسئله من اینه که شما همیشه باید این رو در نظر داشته باشید که منافع فردی و خانوادگی و جمعی رو انسان‌ها خودشون به مراتب بهتر تشخیص میدن تا یک کمیته‌ای که تشکیل شده از چند نفر یه جایی نشستن و تصمیم میگیرن. چند نکته در صحبت‌های آقای گرشاسی هست، بذارید یکی از اون نکته‌های کلان رو بگیریم بعد به مسائل دیگه هم میرسیم. اقتصاد در این دوره کرونا، بعضی از سیاستمدارها، بعضی از نهادها، بعضی از متخصصین، دکترها یه جوری راجع به اقتصاد حرف می‌زدن انگار چیز کثیفیه. ما به خاطر اقتصاد جان مردم رو به خطر می‌ندازیم. ما اقتصاد یعنی کار مردم، زندگی مردم، معیشت روزانه‌شون. اقتصاد یعنی اینکه یک خانواده‌های ممکنه به خاک بنشینن. واقعا چنین چیزی شما مشاهده نکردید؟ این درسته، ولی به نظر من کم شدن دخالت دولت در اقتصاد نمیتونسته ناجی اوضاع باشه. درست. عملا بخش هایی از کل پیدایش این اپیدمی به دلایل مختلف، نوع اقتصادی که ما در 10-15 سال گذشته داشتیم، منظورتون اقتصاد جهانیه؟ اقتصاد جهانی. و تصادف روزگار اینه که در هر صورت اون کشورهایی که اگه به آمار تعداد کشته شده ها، کسانی که جانشون از دست دادن، به میلیون جمعیت نگاه بکنید، اون کشورهایی که دولت کوچیک بوده، دخالت دولت کوچیک بوده، اقتصاد نئولیبرال بیشتر بوده و معمولا اینا شبکه‌های سلامت و بهداشت کوچیک‌تر دولتی دارن، خب از جمله بریتانیا، از جمله ایالات متحده. بریتانیا شروع کرده بود این رو کوچیک کنه. اینا کشورهای بالا در این یعنی کمتر موفق و ناکام. کمتر موفق. پرو اولیشه، در سطح جهان اوله. بعدش کشورهای امریکای لاتین هست. ایالات متحده نسبتاً بالاست، ولی بریتانیا در اروپا از بالاترینه. و
تصادفی نمیتونه این باشه. من مشکلم سر اینه که شما یک اپیدمی دارید مثل بسیاری از اپیدمی هایی که در طول تاریخ به وجود اومده، در همه سالها هست به نوعی، گونه های مختلف آنفلانزا و بیماری های تنفسی. در مورد این یکی و اینکه یه تعدادی دلایل مختلفی داره، مثلا در نیویورک چرا اینقدر زیاد بوده که فکر میکنم دیگه الان مشخص شده، اشتباهاتی که شاید به خاطر اینکه پنیک کرده بودن و ترسیده بودن افرادی رو میفرستادن خونه سالمندان، یعنی به اون آسیب پذیرترین قشر عوض اینکه برسن اونا رو در معرض آسیب قرار دادن. و بعد مسائل دیگه ای که در بسیاری از جاها در سوئد، در بریتانیا سالهای قبل میزان مرگ و میر فصلی بیماری های تنفسی خیلی پایین بوده، برای همین حالا اصطلاحی که به کار میبرن مثل چوب خشکی میمونه که سال بعد خیلی مرگ و میر زیاده. مثلا در مجارستان مثلا در مجارستان به شدت قضیه برعکسه، مثلا سال قبلش سال 2019 خیلی از افراد بیش از سالهای قبل به نسبت میانگین مرده بودن، یعنی معتقدید، ولی امسال اصلا مرگ و میر چشمگیری نداشته. یعنی معتقدید رقم بالای تلفات در جایی مثل بریتانیا و آمریکا ربطی به شبکه بهداشت درمانشون، ربطی به سیستم اقتصادیشون نداره؟ قطعا حالا تمام این مسائل به شیوه زندگی آدم‌ها، به خیلی چیزها ربط داره، ولی موضوع اینه که از این نتیجه بگیریم که به خاطر اینکه در سوئد یا در بریتانیا تعداد افرادی که از این بیماری جان باختن، که باز هم اون تعداد زیر سواله که آیا چند نفرشون مستقیما از این بیماری جان باختن، به این دلیل و به این بهانه ما طرفداری از اقتصاد دولتی بکنیم که فجایع باور نکردنی به بار آورده، صدها میلیون انسان جونشون رو از دست دادن به خاطر همین دخالت چند نفر متخصص در اقتصاد. خانم میزر اصلا با هم نمیخوره، من نمیدونم. خانم میزر، از تجربه چین و کشورهای مثل چین که یک دولت مقتدر دارن و جمعیت طور عموم تبعیت میکنه از اونچه که دارن، از اون چی میفهمیم؟ تجربه کشورهای مثل سنگاپور، چین، اینا کشورهای دیکتاتوری هن و خب طبیعی است که دیکتاتوری میتونه قوانینش رو خیلی قاطع تر پیاده بکنه. فقط این نیست که مردم دنبال میکنن، مردم چاره ندارن، زندان میرن یا دستگیر میشن یا کشته میشن. و من مدافع این قضیه نیستم که آدم با سرکوب بتونه جلوی بیماری رو بگیره، طبیعیه. ولی این هست که در این کشورها رو بذاریم کنار، چون برخورد اینها این بوده که حکومت نظامی پیاده کردن و مخالفین خودشون رو حاضر بودن بکشن، کسی اگه قانون اینها رو اجرا نمی‌کرد این نبود که جریمه میشد، میتونست جانش رو از دست بده. ولی در اروپا شما نگاه بکنید، در کشورهایی که پایه سنگینتری داشتند، آلمان، فرانسه، منظورتون از پایه چیه؟ پایه اقتصادی قوی تری داشتند و دولت در رابطه با مشخصا مسئله بهداشت رسیدگی کرده بوده به قضایا. این فرق داره با دولت استالینی داشته باشیم یا سرمایه دولتی داشته باشیم. من با سرمایه دولتی به هم نداز مخالفم که با سرمایه، یعنی دولت هایی که بیشتر خرج شبکه بهداشت درمان کردن وضع بهتری دارن، من فکر نمی کنم رو این شکی باشه. چنین آیه گرشاسپی، ما تقسیم بندیمون تقسیم بندی دولت های مقتدر دیکتاتوری و دموکراسی ها نباید باشه، بلکه تقسیم بندیمون یعنی دولت های مقتدر و دیکتاتوری به گفته ایشون جدا، حسابشون جداست. دولت هایی بودن که بیشتر پول ریخته بودن تو شبکه بهداشت درمان مثل آلمان و دولت هایی کمتر پول ریخته بودن مثل بریتانیا. بریتانیا کم پول ریخته؟ بیشترین حجم بودجه سالانه این کشور صرف NHS یا هم سیستم درمان ملیش میشه، یعنی یک چاه ویلی که اصلا پایان نداره. هر چقدر هم بیشتر خرج میکنن همیشه از هر دو حزب و همه افراد انتقاد نسبت بهش هست و چاره کار پایان سال چیه؟ بودجه بیشتر. یعنی مرتب درخواست پول بیشتر برای چیزی که کار نمیکنه. و اینکه این چرخه معیوب کجا میخواد بشکنه من نمیدونم، ولی مسئله این که فلج کرده. بهداشت بریتانیا از 10 سال پیش شروع شده، حداقل از 10 سال پیش، و حتی دوره قبل از اون دولت کارگر، دولت بلر و بعد براون، بحثشون این بود که تعداد تخت خواب ها در بیمارستان
باید جاست این تایم باشه، یعنی همون اندازه که لازم دارید بلافاصله باید بیمار رو بفرستید برگرده. ولی در این که پول زیادی خرج شبکه بهداشت و درمان عمومی بریتانیا میشه شکی نیست. خانم میزن، آیا تفاوت یه جای دیگه نیست؟ تفاوت رو وقتی میبینیم که مقایسه کنیم بین سوئد و بقیه کشورهای اروپایی، کشورهای بزرگ اروپایی. در سوئد قوانین قرنطینه جدی نگذاشتن، واگذار کردن به مردم، گفتن که مثلا تا گروه های 50 نفر هم حتی میشه دور هم جمع بشن، ولی رعایت کنید چنین کنید. چه جایی رو نبستن، مدارس، کارخانجات، رستوران، همه جا باز بود و آمار نشون میده که در قیاس با کشورهای بزرگ اروپایی خوب بوده. البته در قیاس با دانمارک و نروژ وضعش خوب نیست، اما در قیاس با حتی آلمان وضعش به چرا؟ برای اینکه به نظر میاد که واگذار کردن به یک نهادی که سیاسی نبود. اون نهاد اومد گفت که با قرنطینه شما نمیتونید مشکل رو حل کنید، شما باید این کار رو توصیه کنید و مردم اگر رعایت کنن هم ابتلا پایین خواهد بود هم مرگ، و چنین شده تا این مرحله. البته من فکر کنم در رابطه با سوئد تبلیغات زیادتر از اونیه که واقعیاته. سوئد کشور دهمه در سطح جهان در رابطه با درصد کسایی که در 1 میلیون ابتلا نه کشت جان از دست دادن. یعنی درصد در میلیون 574 در میلیون بریتانیا 626 در نتیجه وضعش چندان خوب نیست و این رقمی که تعیین کننده است. بله. تعدادی که در هر میلیونی نسبت به جامعه جمعیت اون کشور جانشون از دست میدن. نکته مهمیه. خیلی هم اتفاقا انتقاد کردن به رسانه، از جمله یک نفر به خود ما در بی بی سی نوشته بود که این هم راجب سوئد صحبت میکنین، خیلی هم کارنامه درخشانی نداره. در سوئد آقای گرشاسپی توصیه شما عملی شد، آزادی های شخصی پامال نشد و قرنطینه نشدن مردم، کسی نیومد اون بالا به قول شما مثل امپراتور بگه چنین کنین چنان نکنین، ولی به نظر میاد بر اساس رقمی که خانم میزر داد خیلی بعدش بهتر نبوده. خب ببینید، یکی از مدل هایی که باعث شد سیاست در بریتانیا و به فوریت در ایالات متحده تغییر بکنه، گزارش یا رپورتی بود که امپریال کالج لندن داد، آقای نیل فرگوسن. اگر امپریال کالج لندن این حساب پیش بینی که کرده بود، در یک جامعه سالم به نظر من مسئول اون تحقیقات باید محاکمه بشه، به خاطر اینکه گفتن 100,000 نفر مثلا طبق اون مدل رو وقتی که روی سوئد پیاده می‌کنی مرگ رو 100,000 نفر اعلام کرده بود. این وحشتی که این گزارش ایجاد کرد زندگی رو در بریتانیا و برای خیلی ها نابود کرد. ما اقتصاد کشور بریتانیا صدمه‌ای که خورده، در جنگ جهانی دوم یه همچین صدمه‌ای نخورده. به واقع من مثلا اینه، الان مسئله ای که خانم میزر مطرح میکنن و میگن در سوئد، چنان که گویی یک فاجعه ای رخ داده، اصلا کسی توجه نمیکنه به این موضوع که خود سوئد اعلام کرده که ما سیاست هامون در خانه سالمندان بسیار بد بوده، وضعمون در خانه سالمندان. یعنی اون رقمایی که شما از خانم میزر شنیدید بیشتر مال خانه‌های سالمندان، خانه‌های سالمندان و نحوه، بازم دارم میگم، نحوه ثبت فوت در گواهی‌های فوت و اینکه دلیل اصلی رو ویروس کرونا اعلام بکنن. همین مرکزی که خانم میزر اشاره کردن، مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد، آخه این بسیار عجیب نیست به نظر شما آقای کریمی که یک مرکز علمی که اصلا کارش اینه و دایعه سیاسی نداره میاد همونطور که گفتم 1617 تا مرگ رو بررسی میکنه و میبینه 416 تاشون ربطی به کرونا نداشتن، طرف تو تصادف رانندگی مرده. 1600 تا که زیر مجموعه کرونا شمرده شده بود. بله، اما اومدن بازبینی مجدد کردن و دیدن که نمیتونن 40,000 نفر رو بشینن الان بررسی کنن. ولی من میخوام ببینم رسانه ها از جمله بی بی سی و بقیه رسانه های جریان اصلی در شرایط عادی چنین خبری باید خبر اول میشد، یعنی باید دولت رو محاکمه میکردن و اصلا یه قوقایی به وجود میومد. من حتی ندیدم که این به قدری بی‌اعتنایی شد به این گزارش که مجبور شدن تو دیلی میل چاپ بکنن اینو که مردم ببینن. من در مورد این گزارش نمیدونم، اما گزارش های مشابه این رو در بی بی سی دیدم. وقتی میگم مشابه این، منظورم مثلا گزارشی که حدود کمتر از یک ماه پیش در اومد و نشون میداد که بیشترین سرایت در تماس بسیار نزدیک در خانواده هاست که انجام میشه. یعنی
مدت تماس با فرد آلوده زیاده و نوع تماس زیاده، از consistent and long standing گفته بودن. نتیجه‌ای که از این میشد گرفت این بود که باید در سیاست‌ها بازبینی بشه، ضرورتاً قطارها که مردم استفاده میکنن برای اینکه بیان سر کار محل آلودگی زیاد نیست، ضرورتاً نمیدونم مدرسه ها چنین نیست، ولی خیلی گوش شنوایی پیدا نکرد. یعنی گویی یه سری اخبار، یه سری تحلیل ها واقعا گوش شنوا پیدا نمیکنه، حتی اگر توی رسانه بیاد برجسته نمیشه، در اذهان خیلی بزرگ نمیشه. ببین تناقض که باش روبرویم و این تناقض رو در سیاستمداران میشه دید، یک جنبش به خاطر اینیه که آشنایی کافی به این پدیده وجود نداره و در نتیجه ما اطلاعات متناقض زیاد میگیریم، میشنویم. ولی این هم هست که دولت بریتانیا اومد و بر اساس این مسئله‌ای که آکسفورد داره مطرح میکنه، یعنی کسایی که مثبت تست دادن و بعد رفتن مثلا زیر اتوبوس تصادف کردن، فوت کردن، اینو کم کردن، اینو کم کردن، یعنی بریتانیا هفته پیشه، درسته، یعنی من نمیدونم در پی هفته، ولی ببینید دولت بریتانیا 46,000 رو خورده رو داشت اعلام میکرد، تبدیلش کرد به 41 41 ده. یعنی 5,000 تا رو برداشت با بررسی کسایی که دقیقا در این کاتگوری قرار می گرفتند که مستقیم نبود. متأسفانه خانم میزان، بذارید از بریتانیا عبور کنیم، به دلیل اینکه هر دو مهمان در بریتانیا زندگی میکنن ممکنه بیش از حد روی بریتانیا مکس کنیم، در شاید که مخاطبین این برنامه جای دیگه هستن عمدتا. این جاهای دیگه ایران و سراسر دنیا که ایرانی ها و فارس زبان ها هستن، جوامع مشابه ایران بیشترین ضربه رو خوردن. یعنی اگر در اینجا دولت میاد کمک میکنه به کسی که کارش از دست داده، دولت میاد کمک میکنه به بنگاه‌های اقتصادی، در جایی مثل مکزیک، در جایی مثل ایران، در جایی مثل پرو که خود شما گفتید، در هند، مکزیک نزدیک به 1/4 اقتصادش فرو ریخته، یعنی 25% پایین اومده اگر اشتباه نکنم، شاید 27 بوده باشه، این ارقام ممکنه بالا پایین بره، و در اینجور کشورها دولت توانایی نداره. آیا به این ترتیب سیاست‌های قرنطینه این چنینی واقعاً بعداً مشخص نخواهد شد که ضررشون بیشتره؟ این دولت‌ها قرنطینه‌شون هم قرنطینه جدی نبوده، واقعیتش اینه دیگه. یعنی مثلا تا اونجا که من میفهمم حتی از آقای جانسون لیبرال‌تر جمهوری اسلامی میگه میتونید برید میتونید نرید، مدرسه میتونید برید میخواید نرید. نتیجه این شده که طبعاً در انتخاب نان شب و یا خطر ریسک ویروسی که ممکنه نگیری، نان شب مهمتر بوده، چون شما مطمئن سعی کردن، چون شما مطمئن بودی از گرسنگی میمیری، در نتیجه وقتی مطمئنی از گرسنگی میمیری میگی خب ریسک ویروس خیلی کمتره، درسته. و این و نوع زندگی فرق میکنه. اینجا شما میتونید بگید در خونه خودتون حتی یه آپارتمان کوچیک باشه خودتون رو مستقل کنید. در هند اقلن 3 نسل در یک جای بسیار کوچیکی زندگی میکنن و در نتیجه اون نوعی که شما از انتقال ویروس از یک نفر به نفر دیگه مطرح کردید خیلی بیشتره. و این ویروس فاصله فقر و ثروت رو در سطح کشورها خیلی بیشتر کرده به نظر من و در سطح هر جامعه‌ای بیشتر کرده، در همین بریتانیا و در جاهای دیگه، در هند که اسمشو بردید، در ایالات متحده اون بخشی که فقیرتره وضعش به مراتب بدتره، چون این امکان رو نداره که در باغ خودش در حیات خودش ایزوله بود. نتیجه ای که از صحبتهای هر دوی شما مهمان ها میشه گرفت این است که واقعا شاید نباید کشورها رو با هم مقایسه کرد، نه فقط نظام های سیاسی، نه فقط بافت اجتماعی، نه فقط سطح توسعه، خیلی چیزهای دیگه میتونه مؤثر بوده باشه، از جمله اون چیزی که شما گفتید آقای گرشاسپی. خیلی از کشورها در 2019 درصد مرگ، اونچه که اکسس دث ریت نامیده میشه، پایین بود، در نتیجه 2020 رفت بالا، اونچه که شما تحت عنوان چوب خشک نام بردید ازش. بنابراین خیلی
معادله مشکلیه. ما از مقایسه به این ترتیب عبور کنیم. اگه بخوایم یک سطح کلان رو بگیریم و از این کشور و اون کشور و مقایسهشون عبور کنیم، شما فکر میکنید چیز خوبی هست که ما آموخته باشیم در طول این دوره کرونایی؟ برای اینکه تمام چیزایی که گفتید مبنی بر این بود که ما دچار هیستری عمومی شدیم، توهمامون بزرگتر از اون چیزی است که در واقع ما رو در خطر قرار میده و عموما بدبین هستید به سیاست گذاری عمومی در کشورهای مختلف به درجات مختلف، ولی چیزی هست که خوشبینی در شما ایجاد کرده باشه، درسی هست که آموخته باشیم از نگاه شما؟ مثلا خیلی هم میگن که تو این دوره کرونا فهمیدیم که یه شغلهایی هست که مهمه و ما نمیدیدیمشون، مثل شغل کسی که مواد غذایی مایحتاج میاره در خونه، مثل کسی که بیمارستان‌ها رو تمیز می‌کنه، مثل کسی که از بچت نگهداری می‌کنه. و تو این دوره کرونا یک مرتبه دیدیم اینها اگه نباشن زیر پامون خالی میشه. فکر نمی‌کنید این درس‌ها باقی بمونه یا نه؟ این درس‌ها رو نگاه دولت‌ها با طبقه بندی کردن مشاغل به ضروری و غیر ضروری از بین برده. یعنی هیچ کس در این جهان نمی‌تونه بگه چه شغلی ضروریه چه شغلی ضروری نیست. این از بلایایی که این قضیه به وجود آورد که یه عده‌ای رو مثلا رسانه‌ها رو بگن شما ضروری هستی. کی میگه منی که در رسانه کار می‌کنم شغلم ضروریه، ولی اون کسی که مثلا چه می‌دونم یک کالایی رو داره می‌سازه اون شغلش ضروری نیست. این نوع نگاه، نگاه بسیار خطرناکی بود به نظر من. هر اون چی که این ویروس کرونا نشون داد نشون دهنده انحطاطیه که متاسفانه برخلاف چیزی که خانم میزر میگن در سالهای گذشته، در چند دهه گذشته، به خصوص بعد از قرن بیستم، زوال آزادی ها در همه جا و توفق دولتگرایی و دولت پرستی در همه جاست، به طوری که همه چیز رو ما از دولت انتظار داریم، حتی سلامت شخصی خودمون رو از دولت میخوایم. این خیلی خنده داره. وقتی جوامع از یه درصدی جامعه تعدادشون بالا میره، اگر نکنید این کار رو، باید قبول بکنید که قوی ترین و معمولا در چنین جوامعی پولدارترین میتونن برای بقیه تصمیم بگیرن. به نظر من همین الان نمیشه صحبت از دخالت دولت‌ها کرد. دولت‌ها خودشون زیر سایه سرمایه دارن کار میکنن. سرمایه در سطح جهانیه که داره به این دولت‌ها پند و اندرز میده. رسانه ها هم همینطوره. رسانه ها وقتی میبینید همصدا بعضی وقتها تنها مسئلهش رو مسخره کردن ترامپ، ترامپی که من شخصا 100% باهاش مخالفم، ولی این نشون میده که آدمی مثل ترامپ ایدئال این نظام نیست و وقتی ایدئال این نظام نیست میتونه مورد مسخره قرار بگیره. ولی از این موضوع که بگذاریم، آقای گرشاسی میگن که این دوره بهانه‌ای بود برای دولت‌ها که بیشتر بیان دخالت کنن، بزرگتر میشن. این موضوع بزرگ بودن یا کوچک بودن دولت، موضوع میزان دخالت دولت در امور عمومی مثل بهداشت درمان، این چیزی بود که در این دوره کرونایی دوباره بارز شد. بیشتر تحلیلگران معتقدند که این دوره نشون داد که اتفاقا دولت باید حضور داشته باشه، اتفاقا دست دولت باید قوی باشه در جاهایی مثل آموزش عمومی، مثل بهداشت درمان عمومی. آقای گرشاسی به نظر میاد مخالف چه این چیزی هستن؟ اگر دولت بالکل ول کنه بهداشت عمومی رو، ما فقط و فقط اتکام به بهداشت خصوصی برای طبقه خاصی خواهد بود و این طبقه روز به روز تعدادش کمتر خواهد شد و در نتیجه صاحبان پول، صاحبان سرمایه حتما میتونن از این ویروس و هر بیماری دیگه نجات پیدا بکنن. درصد بالایی از جامعه بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری براشون چیزی باقی نمیمونه. اون چیزی که شده در هند، ما همچین شاهده همچین موقعیتی هستیم. در خیلی کشورهای جهان ما در پرو شاهد این قسم این هستیم. شما دخالت دولت رو میتونید باش مخالف باشید و بدونید که پشتش عواقبی هست، توطئه‌ای وجود داره، سختی وجود داره، ولی در این حال این هم هست که اگر همین جوری بگذارید بدون هیچ کنترلی به بخش خصوصی واگذار بکنید. آقای گرشاسپی، آیا این شرایط کرونایی واقعا نشون نداد که ایده دولت کوچک و مینیمالیستی که یه ایده به اصطلاح لیبرتاریان دیگه، این از نظر خیلی داره دفن میشه؟ برای اینکه جوامع جدید جوامعی هستن که ریسک زیاد دارن، ریسک
نمیدونم گرمایش زمین، انواع اقسام بلایای طبیعی و چیزهایی مثل همین کرونا، این ریسک‌ها عملاً یکی از اقتضائاتش این است که دولت با دست قوی وارد بشه اینجور مواقع بحرانی دیگه. بنابراین این ایده دولت کوچک به نظر نمیاد دیگه خیلی طرفداری جدی بشه ازش کرد. این صحبت ریسک و این صحبت آدم رو یاده آقای انتونی گوترش میندازه، سازمان ملل و امثال هم. یعنی الان سازمان های جهانی بیشتر گرایش های بسیار کمونیستی دارن، دونه دونه هم اگه نگاه بکنید، خود گوترش حتی همشون کمونیست بودن و هستن و خواستار توفق و سروری و همه دنیا توسط ارگان های بزرگ و الان کلمه که باب شده چند جانبه گرایی و این حرفا. ببینید، من اعتقاد ندارم که ما دچار ریسک های وحشتناک، بلایای طبیعی، بلایای طبیعی رو باید در مقیاس بزرگش سنجید و بعد دید که آیا چقدر ما بلایای طبیعی الان در حال حاضر داریم و چند نفر چه مقدار جان انسان ها رو میگیرن. به این ترتیب شما فکر نمی کنید که وضعیت اینقدر بد، یک. دوم که فکر نمی کنید که دولت ها باید بیان به گفته خانم میزر در شرایط این چنینی ضعفا رو نجات بدن، اونایی که نمیتونن از بهداشت و درمان خصوصی استفاده کنن؟ خب فکر نمی‌کنید دولت باید وارد شه؟ مثال آلمان رو بگیریم. آلمان دولتی با بنیه قوی، و این دولت با بنیه قوی که خوب خرج کرده بود توی خدمات عمومی تونست بهتر مقابله کنه تا کشورهایی که بخش خصوصیه که قوی تره تا دولت دیگه. نه ببینید، یه موضوعی که هست، البته آلمان شما شاخص‌ها رو در نظر بگید، من تعجب میکنم. مثلا فکر میکنم سنگاپور رو دیکتاتوری شما یا ایشون گفتن. سنگاپور از نظر شاخص‌های آزادی تجاری و اقتصادی و بازار جزو آزادترین کشورهای دنیاست و موفق‌ترین کشورهای دنیا. نه، آزادی های فردی هم، آزادی فرد یعنی که من بتونم کسب و کاری داشته باشم و مالم رو نگه دارم، به کسی تعرض نکنه، و این خودش مبنای شروع قضیه، بتونم حرفم رو بزنم. ببینید الان یک موضوعی که ایشون به درستی اشاره میکنن اینه که اگر یک ویروس، نه فقط این ویروس کرونا، هر بلیه‌ای در جهان، هر نارسایی در جهان، قطعاً به افرادی که توانایی مالی کمتری دارن بیشتر ضربه میزنه. اما فقر نیازی به دلیل نداره، فقر واقعیت انسانه. اون چیزی که نیاز به دلیل داره و نیاز به این داره که بفهمیم چرا ایجاد شده، ثروته. فقر چیزیه که ما باش به دنیا میایم. بنابراین باید در نظر بگیم چه چیزی، چه عاملی باعث شده که افراد از فقر در بیان، اون عامل رو حفظ کنیم. و به نظر من آزادی و حاکمیت قانون، سرمایه داری در اون معنی، من نمیدونم اصلا واقعا نمیدونم تعریفی که شما از سرمایه داری دارید چیه. راجع به سرمایه داری و جنبه مختلفش ما البته بحثای زیادی در پرگار داشتیم، اما اون سوالی که از آقای گرشاسپی پرسیدم رو از شما هم بپرسم خانم میزر. ایشون چیز مثبتی در نحوه مواجهه ما با کرونا کووید 19 نمیبینن؟ شما احتمالاً متفاوت فکر میکنید. شما فکر میکنید چه درسی برای ما مون، چیزی که گرانبها باشه و تغییر بده در زندگی اجتماعیمون؟ من فکر میکنم محیط زیست یه نفسی کشید و محیط زیست با بحران شدیدی روبروست. نه فقط برگشت به حالت اولش که نه، همچنان نه. از نظر هواپیما موقعیت کاملا فرق کرده، از نظر سفر هوایی شده بود به نوعی اجبار. کنفرانس ها، نمیدونم، رفتن به کشورها برای مصاحبه دانشگاه ها، یه نفر رو برای 3 ساعت 24 ساعت پرواز براش تعیین. ولی فکر نمی کنید اگر سایه بیماری برداشته بشه واقعا پروازها برگرده به حالت اولیه؟ من فکر نمی کنم. من فکر می کنم این صنعت وارد یه مرحله شده که نمیتونه، و تو این صنعت کسایی که درگیرن دارن این حرفو میزنن. من نمیگم این فقط مثبته، چون جنبه منفی این اینه که بخش گسترده ای از جامعه در این صنعت، در صنایع وابسته به اون بیکار شدن و آینده کاری اینها کاملا منفیه. در نتیجه اینو نمیشه، یه بحث هایی هست داره مطرح میشه در رابطه با مسئله رشد اقتصادی و اینی که آیا همیشه باید پی رشد اقتصادی بود یا دیگروس یا کاهش رشد اقتصادی در دراز مدت منافعی هم داره، و این الان اگه بخواید مد شده. من شخصا مخالف. همه چیز زیر
مجموعه رشد اقتصادی قرار بگیره، فدای رشد اقتصادی بشه، فکر میکنید این ذهنیت کنار گذاشته میشه؟ این ذهنیت داره چالش میشه. من شخصا فکر میکنم رشد روابط تولیدی لازمه و نمیشه جلوشو گرفت و باید برنامه‌ای داشت به جای اینکه جلوشو گرفت، ولی حداقل این بحث ها داره به سطح گذشته. بحث دیگه ای که داره مطرح میشه این است که مردم چجوری کار بکنن، زندگی شخصی و کار اینا چجوری با هم جمع شه. فکر میکنید این کرونا ما رو به یه فرمولی یه مقدار سالمتر داره میرسونه یا نه ضرورتاً این هم؟ ببینید الان واضح شده که این به اصطلاح مراکز کاری در مراکز شهرهای بزرگ مخصوصاً نیویورک، واشنگتن، لندن، پاریس الزاماً بهترین کارآمد نبوده، درصدی که کارآمدی رو نداشته. ولی در کنار این شاید نکته مثبتیه، چون خیلی ها عقیده دارن وقت بهتری پیدا کردن، خانوادهشون رو بهتر میشناسن، غیره غیره. مشکل این قضیه اینه که منفی اینه که تعداد بیشماری رو که ربطی الزاماً به این مراکز کاری نداشتند هم بیکار کرده. مثلا کافه های نزدیک این مراکز کاری، مغازه ها، مراکز شهرهای بزرگ داغان شده و این داغانی به این راحتی حل نخواهد شد. فکر میکنید نظام کاپیتالیستی بتونه این رو احیا کنه؟ چون نشون داده که خیلی انعطاف داره دیگه. نشون داده، ولی شما نگاه بکنید به نوع کار. وقتی نوع کار عوض شده، نوع مصرف عوض شده و در نتیجه نوع مصرف به مراتب اگه بخواید تغییرات کیفی کرده. شما نمیتونید مصرف رو به این راحتی عوض کنید. مصرف این بود شما لباس میخریدید برای اینکه میرفتید سر کار، ظهر میرفتید مغازه نزدیک محل کارتون برای اینکه غذا بخورید، غیره. همه اینها تغییر خواهد کرد و بعضی جوانبش به نظر شما مثبته، بعضی نه. خیلی هاش منفیه، در این شکی نیست که بیکاری گسترده‌ای که برای این بخش از جامعه پیش میاد منفیه. نمیتونه احتمالا بس. شما اعتقاد دارید که در نظام‌های سرمایه‌داری پیشرفته با صحبتی که پیشتر کردید این جبران خواهد شد؟ نه، یعنی این تصور که یک آینده فوق‌العاده تیر و تاریک پیش روی ماست به دلیل میزان بالای بیکاری، به دلیل تعطیلی خیلی از مراکز، این یه مقدار درش اغراق هست، نه؟ یعنی فرض رو بر این بگذاریم که از مرحله کرونایی عبور کردیم، با چه هزینه‌ای هنوز مشخص نیست، ولی تا چند فکر میکنید جوامع توسعه یافته به سرعت بتونن احیا کنن خودشون رو؟ بستگی به این داره که تا کجا دامن بزنیم به این در واقع میشه گفت جنونی که رواج پیدا کرده، در این که عده‌ای تصور میکنن که میدونن جامعه چجوری شکل گرفته و چجوری کار میکنه و توی اتاقی میتونن با یه دکمه خاموشش کنن و هر وقت تصمیم گرفتن دوباره روشنش کنن. بستگی داره ما چه ضربه‌ای بخوریم از این نگاه بسیار بسیار اشتباه. منظورم اینه چی آقای گرشاسپی؟ خیلی که میان میگن که ببینید در این دوره کرونا مشخص شد که دولت‌های مبتنی بر نظام کاپیتالیستی میتونن پول کسایی که بیکار شدن رو بدن و این نشون میده که این جامعه میتونن از پس چنین بحرانهایی بر بیان. یه عده میگن که نه چنین نیست. در واقع میخوام ببینم شما این انعطاف پذیری جوامعی که باز شما میگید کاپیتالیستی، من فکر میکنم ما الان نه کاپیتالیسم داریم نه سوسیالیسم. چیزی که ما داریم بهش میگن تو انگلیسی ترانسفریسم، یعنی فقط به فقط یک عده نشستن قدرت رو در دست گرفتن و کارشون اینه که ثروتی که از پیش تولید شده بگیرن انتقال بدن به یکی دیگه به تصمیم خودشون. اینکه تا چه اندازه ما میتونیم بریم جلو، الان میدونید که قرض ملی از تولید ناخالص داخلی بیشتر شده، 104% در بریتانیا و در آمریکا هم که وحشتناکه. اینکه همچین رویه‌ای پایدار نیست شکی در این نیست. من نگرانیم بیشتر اینه که با از بین رفتن بنیان‌های آزادی فردی و قرارداد
و مسئله احترام به قرارداد. شما در امریکا نگاه کنید CDC یا این مرکز پیشگیری های بیماری عفونی خودش رو در جایگاه کنگره قرار داده و تا پایان امسال ممنوع کرده که اگر کسی مستأجری نمیتونه پرداخت بکنه صاحبخونه حق نداره او رو بیرون بکنه. یعنی بیشتر نگران این جمعه رو بسید. خیلی کوتاه خانم میزد، فکر نمی کنید که اونچه که ما دیدیم این بود که جامعه توسعه یافته هم فوق‌العاده آسیب پذیر و ضعیف هستن؟ میدونید منظورم چیه؟ من با بستگان و خیشانم در ایران و چند تا دوست در افغانستان، اون دوستانی که در افغانستان بودن از طریق فیسبوک برای من نوشتن، صحبت میکردم، انگار اسطوره غرب شکست ناپذیر، غرب توسعه یافته در نظرشون با این کرونا فرو ریخت. یعنی بعضی از اینا میگفتن که مگه میشه در آمریکا ظرف چند ماه 200,000 نفر از بین برن با یه بیماری که البته آقای گرشاسپی میگه در این آمارا کلی باید تشکیک کرد، اما خب اونا نمیکنن. انگلیس رو دیدیم که بدترین کارنامه رو در سطح اروپا داره، در شایدی که در ایران انگلیسی ها خدای فریبکاری و چه میدونم از پیش شرایط رو به نفع خود نمیدونم هدایت کردن همه این چیزان دیگه، و بستگان من میگفتن انگلیس پس چرا اینجوریه؟ این اسطوره رو نریخت، اسطوره توسعه یافتگی در نظر خیلی در کشورهایی که کمتر توسعه یافتن، اسطوره آسیب ناپذیر بودن این کشورها رو زیر سوال برده، شکی نیست. مشکل اینه که ما واقعا نمیدونیم که در کشورهای جهان سوم چه بلاهایی سر مردم اومده و این ارقامی که میدن آیا درسته یا نه. وقتی که من صحبت می‌کنم خب می‌دونن باز در کشور خودشون چیه، درسته نه درسته چرا انگلیس درسته و از این جنبه من فکر نمی‌کنم که اشتباه می‌کنم، برای اینکه هر جوری حساب بکنید، چه سختگیری ها باشه، چه قضیه اقتصادی باشه، چه قضیه ویروس باشه، به این راحتی جوامع، این جوامع از این بحران خارج نخواهند شد. با 1920 به نظر من نباید مقایسش کرد، چون 1920 بحران بزرگ اروپا و ولی به نظر شما نشون داد به مردم در سراسر دنیا که کشورهای توسعه یافته هم چقدر آسیب پذیر میتونن باشن. و از این نظر شاید اون توهمی که بود، اونی که تمام آمال و آرزوها این بود که خودمونو برسونیم مثلا به امریکا یا به انگلیس، تا حدی پایین آمده تا اونجا نه. که من میفهم. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه یاسمین میزر و بردیا گرشاسپی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت BBC فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی BBC میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام BBC فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.